سفارت کانادا در عراق اربعین امام حسین علیه السلام را تسلیت گفت. این سفارت در حساب توییتری خود نوشت: سفارت کانادا در عراق اربعین شهادت امام حسین علیه السلام را به ملت عراق و امت اسلام تسلیت می‌گوید. این سفارتخانه افزود: همکنون زمان اتحاد، نیکوکاری و تأمل فردی است. وزارت بهداشت سوریه از ثبت بیش از 200 مورد ابتلا به وبا در این کشور خبر داده و مرگ نزدیک به 7% آنها را نیز تایید کرد. وزارت بهداشت سوریه شامگاه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شمار کلی موارد قطعی ابتلا به بیماری وبا در سوریه از طریق انجام آزمایش سری به 201 مورد افزایش یافته و 14 تن تا به این لحظه جان باختند. حجت الاسلام شیخ رضی، وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله، اعلام کرد جمعی از شیعیان ماداگاسکار در شهر ماجنگا روز شنبه 26 شهریور از مقابل مرکز اهل بیت علیهم السلام در این شهر تا دفتر آیت الله العظمی شیرازی دامظله مراسم پیاده روی اربعین برگزار کردند. وی در ادامه افزود: این مسافت حدود 5 کیلومتر است و در بین مسیر هم چندین موکب با هدف خدمت رسانی به این زائران دایه گردیده بود. گلوله باران یک کمپ آوارگان روهینگیا در بنگلادش یک مسلمان کشته و 4 مسلمان و 2 بنگالی غیر مسلمان زخمی شدند. از آگوست 2017 که عملیات نظامی ارتش میانمار با حمایت بودایان افراطی در منطقه مسلمان نشین راخین در غرب این کشور شروع شد، بیش از 1 میلیون مسلمان به خاطر کشتار، شکنجه، هتک حرمت و آتش زدن عمدی خانه ها و مزارع مجبور به ترک منطقه و فرار به سوی بنگلادش شدند. از ابتدای مرداد ماه تا کنون 27474 زائر پاکستانی از طریق دو مرز میرجامع و ریمدان میان ایران و پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان ایران شدند تا راهی مشایع اربعین شوند. گزارش های از سختگیری و بدرفتاری و خشونت ماموران ایرانی در بدو ورود به خاک ایران و نیز هنگام خروج از مرز ایران و ورود به خاک عراق از دشواری‌های سفر این زوار حکایت داشت.